اخیراً دستگاه تبلیغاتی رژیم اعلام کردند که در نظر دارند یک دادگاه برای محاکمه دولت آمریکا به جرم انجام کودتای 28 مرداد تشکیل بدهند. در لابلای همین تبلیغاتشون هم اعلام کردند که در این به اصطلاح طرح دعوا در نظر دارند که چندین تریلیون دلار ادعای خسارت و غرامت هم از طرف مقابل بکنند. در همین زمینه گفتگوی داریم با آقای ابوالفضل پولادمند. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. بله، همونطور که در مقدمه هم گفتم رژیم ادعا کرده که برای کودتای 28 مرداد میخواد دادگاهی تشکیل بده و خلاصه از طرف مقابلش خسارت و غرامت هم میخواد بگیره. شاید این موضوع اصلا وزنی از بابت بین المللی یا از هر نظر نداشته باشه، ولی فکر میکنید هدف رژیم از این کار چیه که مستمرن هم داره این رو تکرار میکنه، تبلیغ میکنه؟ خب رژیم های مردمی به مردم تکیه دارن، در نتیجه مشکلی برای اینی که بخوان تبلیغات دروغ بکنن و گرد و خاک بکنن ندارن. ولی دیکتاتور اساساً، همه دیکتاتورها اساساً متکی هستن به نیروهای سرکوبگر. نیروهای سرکوبگر نیروهای مزدوری هستند که به هر حال در هر بالا و پایینی سیاسی روحیه‌شون رو از دست میدن، تهدید ریزش، فرار و پشت کردن به صحنه رو دارن، تهدید این رو دارن که به هر حال مورد نفوذ و فلان قرار بگیرن. یعنی همین وضعیتی که الان رژیم باش روبروست. شما نگاه کنید الان مثلا توی همین چند سال اخیر از قیام 96 به اینور نیروهای رژیم مستمران دارن ضرب شست مردم و مقاومت رو در خیابونا دارن میچشن. خب این روحیه برای اینا باقی نمیمونه. باید بیاد یارو مثلا یه دادگاه تشکیل داده، مثلا دادگاهی که به اصطلاح دادگاهی که برای مجاهدین تشکیل داده. خب این وزنش اینه. از این طرف که نگاه میکنید همین اخیراً مثلا همین ضربه خار کننده و خفتباری که در تهران روی قضیه هنیه متحمل شد رژیم، به هر حال این هم روح اینا رو باز میاره پایین و به شدت به هر حال باعث ریزش میشه در اون نیروهاش. رو باید یه گرت و خاکی بکنه، یه شلوغ بازی در بیاره، یه ادعاهایی بکنه، حرفای گنده‌ای بزنه، شاید بتونه سر نیروهاش رو گرم بکنه. به این خاطر اگر نه شما به وضعیتش نگاه کنید ببینید در منطقه مشکل داره، در داخل مشکل داره، واقعا مشکل داره. مسائلی که میخواست با پزشکیان حل کنه حل نشد، الان دستش خوش شده توی این قضیه. در منطقه اون ضربه خفتبار رو خورده و هنوز فرصت و امکان پاسخگویی یا حداقل ترمیم بخشی از اون روحیه از دست رفته پاسداراش رو نداره، پیدا نکرده. در عرصه جهانی به همین ترتیب، همین چند روز پیش بود که باز مستمر، هفته قبل یا هفته قبل‌تر من خدمت شما بودم که نفر رژیم رو، تروریست رژیم رو در آلمان مثلا گرفته بودن. خب پری روز آصف میرچند مزدور پاکستانی رژیم رو در آمریکا گرفتن. خب هر یه دونه اینا هم که میرن یه شبکه لو میره، دستگاه در حال ضرب. این رژیم داره حاشیه سازی میکنه، دقیقاً داره حاشیه سودی میخواد ببره، روحیه بده به پاسداراش، بگه که ما هنوز مسلطیم، ما نه تنها دادگاه تشکیل میدیم برای مجاهدین، میکشیمشون مثلا به دادگاه اینا، ما برای آمریکا هم تشکیل میدیم. مزخرفات و این حرفا که به هر حال حرفای صد من یک قاضی است که اساسا برای روحیه دادن به پاسداراش. در داستان کودتا هم که الان اومده و علم کردن کودتای 28 مرداد، آ ما آمریکایی‌ها رو دادگاه میکشونه، بفرمایید بکشون رو دادگاه. باشه اگه میتونه خوب بکش، ما که حرفی نداریم. اما این همه داستان نیست، همه داستان اونجاست که میخواد روحیه بده پاسدارش. شما در مورد این دادگاه و دلایل سیاسی این گفتید، اما به واقعیت‌های تاریخی هم برگردیم. در مورد دعوی که این روزها رژیم مدعی هست، واقعیت‌های تاریخی چی میگند؟ در مورد کودتا میفرمایید؟ بله، کودتای 28 مرداد. خب ببینید، اولین کسی که خانم محمدیان باید محاکمه بشه در مورد کودتای 28 مرداد، اسم کودتای 28 مرداد در فرهنگ مردم ایران میگن کودتای استعماری ارتجاعی 28 مرداد. این چیزی که در فرهنگ سیاسی مردم ایران متداوله، یعنی صرفا یک مسئله نیست که فقط ربطی به خارجی داشته باشه و سرویس‌های خارجی که داشته، دو پا داشته، یک پایش هم نیروهای ارتجاعی بودن که در داخل عامل کودتا بودن. اون نیروهای ارتجاعی در داخل همین آخوندها بودن. اولین کسی که باید اتفاقا بیاد محاکمه بشه و پاسخ بده به مردم ایران که این چه غلطی بود که در داستان کودتای 28 مرداد کردید، اتفاقا خود همین آخوندها هستند که خمینی اون سال برگشت، همون در بعد ورودش به ایران یه چند وقت بعد گفت که مصدق هم سیلی خورد. مصدق از چی سیلی خورد؟ از استعمار خورده دیگه. و همینا اینا بودن، کاشانی که عامل اصلی اون کودتای استعماری ارتجاعی در روی زمین بوده و نیروهای کودتا رو در روی زمین این و اون آیت الله به اصطلاح بهبهانی هدایت می‌کردن، همین اینا بودن که نیروهاشون رو روی زمین گذاشتن در اختیار اون نیروهای استعماری و سرویس‌ها. شما اول همه باید بیا جواب بدید. کاشانی مراد خمینی بوده، آیت الله بهبهانی، اینا چیزایی نیست که مثلا ما بخوایم به عنوان تهمت
مطرح بکنیم. ببینید نقش آخوندها به طور خاص همین دار و دسته حاکم که الان هم همشون اصطلاح پیرو و مرید کاشانی هستند، اینا کسایی هستند که در اون کودتا نقش درجه یک داشتند. اون نیروی استعماری که اومد از بیرون کودتا کرده، روی زمین سرباز می‌خواسته، عامل می‌خواسته، مزدور می‌خواسته، چماق به دست می‌خواسته. دو سری آدم اونجا روی زمین بودن، یکی همین اوباش چماقداری بودن که آیت الله بهبهانی و کاشانی و فلان اینا چیز کردن که اسناد پولش حتی هست. ثریا اسفندیاری زن دوم شاه، این در خاطراتش خیلی راحت برمیاده، میگه که جنرال شوارتزکوف با چمدان پر از پول اومد و آیت الله بهبهانی و آیت الله کاشانی رو شارژ کرد، نفری 80,000 تومان. سند این رو اردشیر زاهدی رو کرده و داده به دانشگاه استنفورد، سندش هست که توی این سند دونه به دونه اینا رو نوشته. آیت الله کاشانی 80,000 تومان گرفت، آیت الله بهبهانی 80,000 تومان گرفت. اون آخونده بدنام فلسفی بکنم فلسفی 10,000 تومان مثلا گرفته. بعد دار دستای شعبان بیمخ، شعبان جعفری که نفر عملیاتی روی زمین اینا بوده، این فکر کنم 20,000 تومان برای خودش و کلیه اون اوباشش گرفته. اونای دیگه همینطور، طیب رمضان یخی نمیدونم، قاسم جیگرکی، یک افتضاحی. اسامی رو که میخونید میفهمید که با چی طرفید. سربازاشو اینا تهیه کردن، سربازای اون کودتا رو. 4 پایگاه عملیاتی داشتن در تهران که توی همون اسنادی که اتفاق خود سرویس اطلاعات مرکزی آمریکا بعداً منتشر کرد، توی اون اسناد آدرس داده، کروکی‌ها رو منتشر کرده. میگه که ببینید روی این کروکی طیب و نفراتش 300 نفر نمیدونم در انبار گندم در جنوب تهران بودن، اون یکی نمیدونم کمی بالاتر با 200 نفر فلان جا بود، اون یکی در غرب تهران در میدون قزوین اینقدر نفر بودن، اون یکی اینا بودن. خب تازه اینا همه یک بخش قضیه است. افسرا و سربازایی که توی این قضیه شرکت کردن کیا بودن؟ مگه نفرات تیمسار زاهدی بودن؟ تیمسار زاهدی خودش رو چی نگه داشت؟ مصدق می‌خواست بازداشتش بکنه. آیت الله کاشانی، همین آخوند کاشانی بدنام، اون موقع رئیس مجلس بود و زاهدی رو در مجلس نگه داشت، نذاشت مصدق بازداشتش بکنه. یعنی ببینید همه اینها دست به دست هم داده، آخوندها، کاشانی، اینا اومدن و این کودتا رو، اینا عامل اجرای کودتا، اولین نفری که باید محاکمه بشه، اولین نفری که باید جلوی مردم ایران پاسخ پس بده به خاطر کودتای 28 مرداد همین آخوندها هستند. یک فیلم معروفی هست، اسب کهر را بنگر، یا روی دونه تیر داشت خواست بزنه به اون نفر خارجی مثلا اون رئیس پلیس اسپانیایی، یا بزنه به خائنه، زد به خائنه. اولین کسی که در چشم و قلب مردم قرار داره که باید محاکمه بشه اتفاقا خائنینند، و اینها همون خائنا هستند که اومدن و بساط کودتا رو فراهم کردند برای خارجی ها و سرویس های خارجی. سرویس خارجی خارجی دشمنه، به هر حال منافع خودش رو داره. شما بفرمایید چی کار کردید، شما بفرمایید دادگاه، شما الان بیاید حساب پس بدید. اتفاقا ما استقبال میکنیم، ای کاش این دادگاه ها تشکیل بشه یک روزی در ملأ عام و در یک عرصه بین المللی بی‌طرف که اتفاقا همه اینها گفته بشه. یکی دوتا هم نیست، هزار هزاره که به هر حال دیگه در حد همین وقت من در خدمت شما تونستم و بینندگان همینا رو در خدمتتون بگم. بله، با تشکر از حضورتون و همه توضیحاتی که دادید. خواهش می‌کنم.